اکنون میرسیم به رشحه ششم در بیان شوق مرگ. راجع به ماهیت مرگ سخن گفت، راجع به اینکه مرگ چیست و مرگ اندیشی چگونه میتواند باشد و مسائلی از این طیف بیان شد. میفرماید در بیان حال کسانی که از روی تحقیق مشتاق مرگ باشند و ایشان را دیده و دل گشاده باشد، چون مرغی که نظرش به آشیانه خود افتد و قفس را از طیران مانع بیند و خواهد که آن را بشکند و بیرون پرد. و اینجا سر کلام معجز نظام خاتم الولایه علیه السلام فزت و رب الکعبه ظهور می کند و الیه اشار حضرت المولوی که صورت تن گو برو من کیستم، نقش گم ناید چون من باقیستم، چون نفختو بودم از لطف خدا نفخ حق باشم زنای تن جدا، شد هوای مرگ طوق صادقان که جهودان را بودیندم امتحان. خب در اینجا قصه کسانی رو بیان می کند که اینها همیشه مشتاق مرگ بودند، چرا که مرگ را فنا نمی دانستند بلکه بقا در صورتی دیگر و در شکلی دیگر برای خود تصور می‌کردن. و حقیقت هم همین است که ما بدانیم که مرگ فقط تغییر دنیاست، تغییر از این دنیا و برون رفت از این دنیای مادی، دنیایی که ما رو در چنگال‌های بی‌رحم خود نهاده است و فشار می‌دهد و کسی است که می‌آید در این جهان، این دنیا ما رو با تمام قوای خود تحت فشار قرار می‌دهد، فشارهای مادی، معنوی، فکری، ذهنی، عینی و همه این مسائل. و مانند جنین مادر است نسبت به کودک و طفلی که در جنین است، این جهان جنین ماست و ما در اینجا مانند آن طفلی که می‌بایست خون بخورد در بطن مادر، در تنگنای بطن مادر هستیم. چاره نیست جز این که ما از این تنگنا و فراخنای وجود و فراخنای جان، فراخنای عالم خیال، عالم ملکوت پر بکشیم و مرغ جان ما بتواند از این قفس قدار، از این قفسی که ما رو خیلی سنگین در خود برگرفته است، از او رهایی یابیم. این بدنی که داریم، این پوست و گوشت و استخوان مانند قفسی بی‌رحم است که جان ما را و روح ما را اسیر خود کرده است و این روح ما که هوای بالا دارد، هوای آسمان دارد، هوای پرواز دارد، همیشه در تنگنا و زجر و ناراحتی عظیمی به سر می‌برد. اما چون ما به این زجر عادت کرده ایم لذا به این توجه نمی کنیم. یکی از معانی که برای انسان معین کرده اند این از گفتن از انس یعنی سو هست. انس یعنی اونس گرفت، انسان یعنی کسی که خیلی زیاد اونس می گیرد، مانند عطشان که خیلی عطش باشد، خیلی تشنه باشد، انسان هم انسان است از آن جهت که خیلی سریع اونس می گیرد، با درد اونس میگیرد، با خوبی اونس میگیرد، با قفس اونس میگیرد. و کسانی که نقل از آنها نقل شده است، مثلا 30 سال در زندان بودند، به اینها بگویی که چه شده است و میگویند که خب گذشت و خیلی هم ناراضی نیستند. در کشور امریکا اتفاق افتاده بود، یکی که بیش از 60 سال بود در جوانی به زندان رفته بود، فیلمی هم ظاهرا ساختن براش. این شخص وقتی که از
زندان آزاد می شود در حدود مثلا 80 سالگی، وقتی بیرون می رود دیگر تحمل محیط بیرون رو ندارد، بیش از 50-60 سال در زندان بوده است، بنابراین تحمل آزادی رو ندارد و نهایتاً می آید و برمیگردد میگوید من میخواهم دوباره به زندان بیایم، من دیگر بیرون نمیتوانم زندگی کنم، که میگویم طبق قوانین ممکن نیست و این شخص نهایتا خودکشی میکند. چرا؟ چون که به زندان عادت کرده است. ما هم به این زندان تنگ 50 سال 60 سال 70 سال عادت کرده ایم. وقتی به ما میگویند که جهان دیگری است، اوضاع دیگری است، عالم دیگری است، ما اون رو به سخره میگیریم، اون رو باور نمی کنیم، چون غیر از دیوارهای تنگ و تاریک این زندان جای دیگری رو ندیده ایم. و اگر آنانی که آمده اند و به ما خبر می دهند، آن توتیان جان و آن توتیان شکرستان حضرت وجود و توتیان هندوستان جانان، اگر می آیند و به این توتی که در قفس مانده است به او خبری هم بدهند، البته او باور نخواهد کرد، چرا که غیر از این جهان جهان دیگری رو ندیده است و متصور نیست. اما به محض اینکه اولین قام رو برداشت، آن وقت است که روشن می شود. قصه این است که مولانا یک مثال زیبایی دارد، می گوید ممکن است که، البته به این شکل خاص من تعبیر بنده هست، ما یک قفسی رو داشته باشیم، یک مرغی در آن باشد و این رو ما در یک جای محصور در بین چهار دیواری بگذاریم، با کسی ملاقات نداشته باشد جز با کسی که برایش نان و دانه، آب و دانه می آورد، و این شخص، خب این مرغی که درون این قفس است، خیلی احساس قربت نخواهد کرد. مولانا از مرغی سخن می گوید که این قفس این مرغ رو بردن و در وسط بوستان بسیار زیبایی نهادند و مرغان جوق جوق و دست دست می آیند می پرند و حس پرواز رو در این مرغی که در قفس است بیدار می کنند. می گویند این سخنانی که ما می گوییم برای شمایی که گرفتار قفس تن هستید همان است. ما به شما میگوییم که چشم باز کنید و ببینید که چقدر پرندگان زیبایی هم جنس شما دارند در این عالم زیبا و در این بوستان و گلستان وجود میچرخند، و آن وقت است که شما متوجه خواهید شد در قفس هستید. این فراخنا و این گشادگی عظیمی که امثال مولانا، امثال اولیا و اوصیا و انبیا برای ما نشان میدهند همین است. این است که اینها به ما نشان میدهند که این باقی که هست نگاه کن، مانند آن مرغی که حتما دیده اید که وقتی که در جای دیگر با مرغان دیگر همراه باشد، او سر از هر سوراخی بیرون میبرد، خود رو به قفسه های به آن میله های قفس میزند تا اینکه خود رو رها کند. اما در حالت عادی وقتی دور و برش دیواری باشد و محصور باشد و نبیند، خیلی این حس رو ندارد. از این جهت است که این اولیا و بزرگان، آنهایی که ما خبر می‌دهند، نبی یعنی کسی که نبع می‌آورد، نبع یعنی خبر، نبی کسی است که خبر می‌آورد، او به ما خبر می‌دهد که ای کسانی که مرغ روحتان در قفس تنتان گرفتار است، قصه فقط همین تن نیست، قصه فقط همین بدن نیست، شما می توانید به فراخناهای بسیار عظیمی دست پیدا کنید. این عالم بسیار عظیم تر از آن است که شما خود رو محصور این تن کثیف و غلیظ و خیلی سنگین بکنید. این تن ما وزن 60-70-80-90 کیلویی رو به ما تحمیل می کند. ما چرا باید این بار تن رو همیشه با خود بکشیم؟ ما چرا همیشه حمال بدن خود باشیم؟ ما همیشه حمالی می کنیم، همیشه حمل می کنیم، در خواب و در بیداری. در خواب که بعضی وقتها از این اندکی رها می شویم، می بینید چقدر
عروج پیدا میکنی، میبینید چقدر در اوجها پرواز میکنیم، میبینید کجاها میرویم، ناکجاهایی رو کشف میکنیم. همچنان است آنچنان که شیخ سهروردی گفت، شما به جابلقا و جابلسا سری بزنید، به اقلیم هشتم سری بزنید. این اقلیم که فقط اینجا نیست، جهان که فقط اینجا نیست، عالم های و عوالم بسیار عظیمی وجود دارد. به قول عرفا 18,000 عالم در این جهان وجود دارد. تو خود را محصور یک همین عالم کرده ای و فکر میکنی که در اینجا به تو خوش میگذرد، در حالی که این هم مالی تن رو باید نهاد. و از این جهت کسی که دنبال این است، از این که از هم مالی تن برهد و همیشه حمل این 70-80 کیلو کثافت، کثافت از جهت فلسفی عرض می کنم، کثیف در برابر لطیف است. لطیف آن چیزی است که لطافت دارد و کثیف از نظر فلسفی یعنی آن چیزی که لطیف نیست، غیر لطیف. مراتبی دارد. کثافت مثلا جماد بیشتر است از نبات، نبات کثافتش از جمادات کمتره، حیوان کثافتش از نباتات کمتره و انسان کثافتش از حیوان کمتره و فرشتگان کثافتشون از انسان خیلی کمتره و بعضی معتقدن که اصلا لطیفند و دیگر آنجا کثیف بودن و غلیظ بودن دیگر در آنجا به کار نمی آید. این است که این ما حمال کثافت جان و کثافت نفس هستیم. 80 کیلو رو همیشه با خود همراه داریم. کی می شود ما از این چند کیلو که وقتی بر روی وزنه قرار می گیریم عقربه های آن به ما نشان می دهد یا آن اعداد آن نشان می دهد، کی می شود ما اینها رو ببینیم که صفر شد، ما دیگر از آن غلظت رها شدیم و چیزی نیستیم و در عالم دیگری قدم نهاده ایم. این بسیار عالم زیبایی است، بسیار رشک برانگیز است. اما مانند آن مرغی که به قفس عادت کرده است، مانند آن کسی که 50-60 سال به زندان عادت کرده است، هرگز نمی توانیم خود رو با عالم جدید وفق دهیم و اینجاست که این مشکل پیش می آید. می فرماید که حال کسانی که از روی تحقیق مشتاق مرگ باشند، این فرق می کند با کسی که عامی هست، مشکلات زندگی می آید و از خدا می گه خدایا مرگم بده، انشالله بمیرم بمانی. از این حرفا، این حرفای عامیانه نه، آنهایی که به تحقیق طالب مرگن، به دنبال حقیقت مرگ می روند، به دنبال حقیقت زندگی پر می کشند، آنهایی که از این دنیا حقیقتاً و به صورت تحقیقی از این دنیا و از این جسم تنفر پیدا می کنند. چرا من نباید متنفر باشم از جسمی که مرا به زمین متصل می کند و جلوی پرواز مرا به آسمان ها می گیرد؟ من چرا نباید از این جسم متنفر باشم؟ چرا من این جسم را هر لحظه فربهتر بکنم به خاطر اینکه روحم سنگینتر و بیشتر در آن قفس گرفتار آید؟ اینکه عده‌ای از روی تحقیق این رو درک کردند، این رو فهمیدند، مشتاق مرگند. و خیلی از بزرگان ما از حضرت علی علیه السلام داریم که به خدا من مشتاقترم به مرگ از زندگی با شما، به خدا این تمامی زندگی شما. فرمود وقتی آمدند به حضرت گفتند که امارت و امیری این جهان اسلام رو بر عهده بگیر، میدانید که امارتی که حضرت علی داشته است از یک طرف تا چین رفته است و از یک طرف تا نصف اروپا رفته است، از یک طرف تا مصر، تا نواحی مصر بوده است، از یک طرف در جنوب، یعنی ربع مسکونی که آن زمان می شناختند، آن جایی که مردم می شناختند. مردم آن زمان مثلا امریکا و اینها رو نمی شناختند، هنوز کشف نشده بود، بومیان آنجا بودند، اما ربع مسکونی که آنجا بوده است، 3/4 آن تحت قدرت حضرت علی بوده است.
یعنی سه چهارم حکومت آن زمان، حکومت کل زمین‌هایی که بوده از کل کشورهایی که بوده است، سه چهارمش دست حضرت بوده و غیر از اون دیگر هیچ قدرتی هم وجود نداشته. قبیله‌های کوچکی آنور اینور بودند. یعنی اگر محاسبه بفرمایید، حضرت علی بالاترین در حقیقت قلمرو حکومتی رو داشته است در جهان. در طول تاریخ هیچ امیری به اندازه ایشان قلمروش اینقدر وسیع نبوده است در طول تاریخ. هر کدام به قسمتی از این قلمروها دسترسی داشتند. قیاسره یک طرف، کیاسره یک طرف و دیگران، نعمانان یک طرف، هر کدام در یک طرف بودند. ولی حضرت علی آمد هم بر ملک کسراها حکومت کرد، هم بر ملک و ملک قیصرها و هم نعمانها و هم همه آنهایی که در هند بودند، فراعنه و نجاشیها و همه اینها. اما همین شخص وقتی که به او می آیند و این رو می گویند که بیا و این خلافت و حکومت رو به دست بگیر، چه می گویند؟ بسیار زیباست، این به تحقیق رسیده است. او می داند، او ماهیت این جهان رو می داند که حکومت های این جهان بسیار بسیار پست است. می فرماید که ان همانا حکومت شما، حکومتی که شما به من پیشنهاد میکنید که بالاترین حکومتی است که در کل جهان ممکن است وجود داشته باشد، احون و اندی من عطفت انزم، در نزد من پستر است از چه چیزی؟ از عطفت انزم. بوز وقتی که سرما میخورد با عرض معذرت عطسه میکند، آب بینی که قطره از آن می آید این میشه عطفه. یک بز مریض از یک قطره آبی که از بینی بز مریضی فرو می ریزد، به خدا سوگند که دنیای شما، ان دنیاکم عندی، این دنیایی که بزرگترین قلم رو به جهان است، دنیاکم عندی احون من عطفت انزن، از این آب، از این قطره آبی که از عطسه بز مریضی می‌ریزد در نظرم پست‌تر است. یعنی من ماهیت جهان را شناختم، با همه ملکش، با همه پادشاهیش، با همه فرمانرواییش، با همه رهبریش، با هر چه که دارد، اینها به هیچ نمی‌خرم و به هیچ نمی‌ارزم. ابوذر میگوید که رفتم خدمت حضرت علی علیه السلام، نشسته بودم و داشت میگفت که خب شما چرا کناره گرفتی از حکومت، چرا از حاکمیت، چرا کناره گرفتی؟ بیا. میگوید که حضرت داشت کفشهاش رو وصله میزد، پی نمیکرد. گفتم یا علی، اینها انقدر وصله خوردن که دیگر به درد نمیخورن، اینها رو بردار، تو حاکم جهان اسلام هستی، اینها رو بردار و نهایتاً یک چیز دیگری بردار. البته ابن عباس این رو میگوید، ابن عباس قصه ابوذر یک مورد دیگری است که اون رو هم عرض میکنم. ابن عباس میگوید که رفتن دیدن که داره کفشاش رو بسته میکنه، بعد که گفتن شما فرمانروای جهان اسلام هستی، سه چهارم مملکت موجود در کل جهان رو شما حاکم آن هستی، و بعد گفتن که این کفش ها به درد نمی خورد، این یک کفش تازه بگیر. گفت که حضرت سر برداشت، گفت ابن عباس فکر میکنی این کفش های من چقدر می ارزد؟ گفتم هیچ نمی ارزد، اگه بذاری بیرون هیچ کس حاضر نیست این رو برده، اصلا مالیتش رو از دست داده است. فرمود به خدا قسم که دست من به والله الذی نفس ابی طالب، علی ابن ابی طالب بیده، سوگند به خدایی که نفس علی ابن ابی طالب در دستان اوست، همانا تمامی حکومت شما در نظر من از این کفش
پاره پاره کم ارزشتر است. این یعنی مفهوم جهان رو درک کرده است. ما اگر بخواهیم بیشترین آرزوها رو در جهان داشته باشیم، به دنبال چه خواهیم رفت؟ به دنبال پول خواهیم رفت، به دنبال مقام خواهیم رفت. تازه میبینید آنهایی که خیلی پول دارن هوس مقام میکنن، کاندیدا میشن برای این ور اون ور تا اینکه بیایند و مقام رو هم کسب بکنن. در زندگی همه چیز دارن، پول و همه امکانات و املاک و اینها رو دارن، یک چیز کم دارن و آن مقام است. میآیند که آن مقام رو هم کسب بکنن. یعنی همه اینها رو حضرت علی در بالاترین حد دارد، اما چه میکند؟ اما چگونه سخن میگوید؟ میگوید که این دنیای شما نزد من پست‌تر از این است. نه اینکه فقط بگوید، خود چنان عمل میکند، خود چنان زیست میکند و چنان زندگی میکند. این است که افرادی که تحقیقاً دانستند اصل قضیه چیست، اینها به گونه دیگری رفتار کردند. آنها که ندانستند با حرص و ولع دنبال قدرت و مقام و هزار چیز دیگرند. و البته همین ها هست که اینها تحقیقاً مرگ رو نمیشناسند. ایشان را دیده و دل گشاده باشد. انسان باید اولاً دیدش گشاده باشد و بعد دلش هم گشاده باشد. چون مرغی که نظرش بر آشیانه خود افتد و قفس را از طیران ما نبیند. ببیند که آشیانی که در بالای آن درخت ساخته بود هست و او نمیتواند اینجا برود. یعنی آشیانه مرغ جان ما کجاست؟ ما مرغ جان ما باید به کدامین سمت پرواز کند؟ آیا محل ما همینجا هست؟ ما چرا از بس در کاروان سرا مانده ایم، کاروان سرا را ملک مطلق خود میدانیم؟ چرا حاضر نیستیم از این جهان کاروان سرایی بیرون برویم؟ مگر اینجا دار قرار است که ما اینجا مانده ایم و رحل اقامت افکنده ایم؟ بایستی از اینجا رها شویم. لانه ما و خانه اصلی ما اینجا نیست. ما مرغ باغ ملکوت هستیم. ما باید به آنجا سر بزنیم، باید از آنجا سر برآوریم. مرغی که نظرش به آشیانه خود افتد و قفس را از طیران مانع بیند، هی خود رو به زنجیرهای این قفس میکوبد، هی خود رو به این پوست و گوشت و استخوان میتند، هر لحظه روحش در درون این جسم و این خون و پوست و استخوان گرفتار است و هرگز نمیتواند خود را از آن برهد. درک این که این روح در وجود من دارد چه غوغایی می کند، در اندرون من خسته دل ندانم کیست که من خموشم و او در فغان و در غوغاست. چرا فغان و غوغاها و ناله های روح خودمان را نمی بینیم؟ چرا این همه ما افسرده هستیم؟ چرا این همه ناراحت هستیم؟ ناراحتی های ما آیا بیشتر است یا شادی های ما؟ غم های ما در غم‌های غالب انسان‌ها در این جهان بیشتر است یا شادی‌هایشان؟ از آن خواهید فرمود که غم‌های غالب مردمان بیشتر از خیلی بیشتر از شادی‌هایشان هست. فقط عده‌ای مانند مولانا، مانند اولیای الهی که ماهیت این جهان را درک کرده‌اند و ماهیت قفس‌گونه این بدن و تن را فهمیده‌اند، آنها شادند. به چه شادی می کنند؟ به اینکه روزی از این قفس بپرند، بشکند و بیرون پرد. و اینجا صدر کلام معجز نظام خاتم الولایه علیه السلام، حضرت علی علیه السلام وقتی که آن ضربه رو خوردن فرمود فزت و رب الکعبه، فزت و رها شدن. فاز یعنی انسان رها شود، انسان به یک خوشبختی عظیم و فوز و رستگاری عظیم برسد. رستن است. فوز یعنی رستن، رستگاری یعنی رستن، رها شدن. وقتی که انسان میگوید فوزتو یعنی رها شدم از این قفس، از این 70-80 کیلو که همیشه مرا در خود می فشارد، از این رها شدم. و رب کعبه، سوگند، واو واو قسم است، و رب کعبه، سوگند به رب کعبه،
سوگند به پروردگار کعبه، او که پرورش میدهد کعبه رو، که پرورش کعبه خود قصه دیگری دارد و محتاج سخن فراوان است، میفرماید که رستگار شدم و رها شدم و رستم از این. کعبه یک خانه هست، میگوید کسی که رب کعبه هست، این خانه جان، خانه وجود مرا هم او ساخته است، من که رها شدم و همچنان که او خود در کعبه نیست و از کعبه رها شده است. خداوند محدود در کعبه نیست که، با اینکه خانه هست ولی محدود در آن نیست. همچنان که خدا رها هست، میخواهد ما رو هم که در این بدن هستی ما رو هم رها کنند. صورت تن گو برو، من کیستم؟ به تن که صورت است، ظاهر است، به او بگو که برو، من کیستم؟ من از جنس تو نیستم، من روح هستم و تو جسمی، من لطیفم و تو کثیفی، از من دست بردار. نقش گم ناید چون من باقی هستم. این نقش من برود مهم نیست، چون من باقی هستم. باقی روح هست که باقی است. چون نفختو بودم از لطف خدا، نفختو فیه من روحی، در او از روح خود دمیدم، نفخ حق باشم ز نای تن جدا. من نفخه حضرت حق هستم که از نای تن و از نای بدن جدا شده ام. نفخه و نفخه با هم فرقی دارد. نفخه مستقیم تر است، مادی تر است، عینی تر است، معین تر است، اما نفخه با آن تفاوتایی دارد. شد هوای مرگ طوق صادقان، که جهودان را بود این دم امتحان. طوق همچنان که گفتیم آن چیزیست که بر گردن انسان قرار گیرد، و طوقی که معمولاً بر گردن حیوانات هست، مانند طوطی یا قمری یا دیگران، اینها رو تعبیرهای شاعران ازش کرده اند و روشن است. جهودان چه گفتند؟ این یهودیان چه گفتند؟ راجع به آن سخن میگه. در بیان آنکه جهودان گفتند ما دوست خداییم و بهشت خواسته ماست، خطاب آمد که فتمن نول موت این کنتم صادقین، یعنی اگر در این قول صادقید خواهان مرگ باشید. عده‌ای از یهود آمدند و گفتند که ما دوست خداییم، نحن انصار الله و احباءه. آنهایی که میگویید، آمدند به مسلمانان طعنه زدند که ما انصار خدا هستیم، ما احبای او هستیم، دوستداران او ما هستیم و خدا فقط ما رو دوست دارد. قصه عجیبی است این 10-15 میلیون یهودی، جهان رو خلاصه از آن خود کرده اند و فکر میکنند که حق فقط همینها هستند و غیر از اینها همه باطلند. اینها فقط اهل رستگاری اند و دیگران اهل باطلند. همچنان که عده‌ای از مسلمانان ما چون این فکر میکنند و میاندیشند که مسلمانان بر حقند و بقیه همه ادیان همه اهل دوزخند و بر باطلند، در حالی که در بینش اسلامی، در بینش اصیل اسلامی چنین نیست. هر کسی به مراتبی از درجات هدایت رسیده است، هر کسی به درجه ای میرسد و منتها عده‌ای بیشتر هدایت شده ترند، هدایتمندتر هستند، عده‌ای اندک، اما این بارقه هدایت در همه هست. چنانچه یهودیان آمدند، مسیحیان را انکار کردند وقتی حضرت مسیح آمد و حضرت پیامبر را هم انکار کردند. حضرت عیسی که آمد، یهودیان را قبول کرد و خود را قبول کرد. بعد که اسلام آمد، مسیحیان اسلام رو رد کردن، گفتن اینها دروغ است، محمد دروغگویی بیش نیست. اما اسلام که آمد، هم یهودیت را پذیرفت و هم مسیحیت را. و شرط اسلام رو آمنو به کتبهی و رسوله قرار داد. خداوند در قرآن میفرماید کسانی که ایمان بیاورند به کتبهی و رسوله، کسی ایمانش کامل نمیشود مگر اینکه به همه رسولان ایمان بیاورد، به همه 124,000 پیامبر ایمان بیاورد. همچنان که به حضرت محمد صلوات الله علیه ایمان دارد، به حضرت عیسی هم باید ایمان داشته باشد
باید به حضرت موسی هم ایمان داشته باشد، به خضر و الیاس و ادریس و نوح و همه اینها بایست ایمان بیاورد. و به کتبهی میفرماید باید به کتابهایشان هم ایمان بیاورد. من تعجب میکنم از بعضی که این قرآن رو نخوانده اند و همین گونه فقط میگوین آقا ما فقط قرآن رو قبول داریم. شما آیات قرآن رو نخوانده اید که میفرماید و آمنو به کتبهی و رسوله، به همه کتاب ها، انجیل و تورات و زبور و صحف و همه اینها باید ایمان بیاوریم. اگر هم تحریف شده باشد به حقیقت آن باید ایمان بیاوریم. چنانچه این ادعاهای تحریف هم شده است، خب ادعای تحریف در قرآن هم کرده اند و آن هم بایستی با دقت بیشتری بررسی شود. اما این که ما موظفیم که به همه آنها ایمان بیاوریم، به همه انبیای الهی ما باید ایمان بیاوریم. اصل نبوت که در اصول دین ما هست همین است و به همه کتابهایی که آن پیامبران آورده اند، به همه آنها و به همه سخنانشان بایستی ایمان داشته باشیم. یهودیان اما آمدن خود رو بافته جدا تافته ای از امت جهان دیدن و خداوند هم فرمود ان الدین عند الله الاسلام، فرمود همه دین ها الف لامی که در اول دین هست، الف لام استغراق است، استغراق مجموعه ها چند نوع می شوند، یکی هم مجموع استغراقی هست در علم اصول فقه. الف لام علامت آن است، همچنان که ما میگوییم مثلا الحمدلله رب العالمین، الف لام استغراق است، یعنی غرق میکند همه حمدها رو در خود پوشش میدهد. الحمدلله یعنی که همه حمدها مختص خداوند است، یعنی غیر از خداوند چیز حمدی وجود ندارد، نه اینکه حمد به بت‌ها و اینها وجود دارد. کل حمد، استغراق حمد مختص در خداوند است، اصلا چیز دیگری حمد نیست، جنسیت ندارد، موضوعیت ندارد. همچنین است اینجا که این الف لام برای استغراق است، یعنی همه رو در بر میگیرد. ان الدین عند الله الاسلام، الاسلام است، اسلام نام کلی همه ادیان است، نام دین یهودی است، یهودی حقیقی، نام دین مسیحی حقیقی، نام دین نوحی و آدمی و شیسی و همه اینها. چون تمن الموت گفتی صادقین، صادقم جان را برافشانم بر این. مولانا از همه این آیات به نفع خود و به نفع جریانی که میخواهد بیان کند سود میبرد. اینها رو گفت که یهودیان آمدن گفتن که نحنو احباء و انصار الله و احباء و ما یاران خدا هستیم، ما دوستداران خدا هستیم و فقط ما هستیم که قرآن هم فرمود اگر شما چنین هستید، اگر شما تنها و منحصر هستید، اگر شما خیلی به دنبال خدا می روید، فتمنوا الموت ان کنتم صادق، اگر راست میگید تمنای مرگ کنید، از خدا تمنا کنید، بخواهید که شما رو بمیراند، آن وقت به خدا خواهید رسید. و یک در حقیقت سخن پارادوکسیکال است و جوری که اشخاص نتوانند هیچ جوابی و پاسخی به آن بدهند. مولانا میگوید چون که خدا گفت تمنا الموت ان کنتم صادقین، این قسمتش رو برداشت، میگوید که خداوند فرمود اگر صادق هستید، اگر با خود در راستی و درستی هستید، آن وقت تمنای مرگ کنید. یک ابزار خیلی زیبایی است و از علمای اخلاق، علمای عرفان بسیار این رو گفتن. گفتن هرگاه اگر بگویند که اکنون رفتنی هستی، با طیب خاطر اکنون خواهی مرد، اگر با طیب خاطر بودی، اگر با عمق جان پذیرا بودی، آن وقت تو صادق هستی، تو راست میگویی، تو به وعده الهی به درستی عمل کردی. اما اگر در تو یک انزجاری پدید آمد از مرگ و مرگ رو نپسندیدی، معلوم است که اعمالت خوب نبوده است و انسان صادق نبوده ای، انسان حقیقت مداری و حقیقتمندی نبوده ای.
یک معیار خوبی است. بدانیم بعضی هم میگن من خیلی آدم خوبیم، خودشون خیلی آدم های خوبی میدانند و خیلی از خود راضی و غالب ما این چنین هستیم، خودمون رو خیلی میپسندیم، خیلی خودمون رو خیلی تحویل میگیریم، خودمون رو بهتر از همه میدانیم، عاقل‌تر از همه میدانیم، باهوش‌تر از همه میدانیم، راستگوتر از همه میدانیم، صادق‌تر از همه میدانیم. اینها برای این نیست که ما بخوانیم در اینجا و بهش توجه نکنیم، برای این است که واقعا بدانیم که آیا ما صادق هستیم، آیا آنچنان که من ادعا میکنم که صادقم واقعا صادق هستم. نشانه مشخصی دارد، فتمنوا الموت، آرزوی مرگ کنید. اگر توانستید آرزوی مرگ بکنید حقیقتا و به سوی مرگ بروید، آن وقت صادقید، وگرنه از صداقت سخن نگویید. خیلی رمزهای روشنی است، خیلی مسائل آشکاری است. اگر من از مرگ نهراسیدم من صادقم، ولی اگر میترسم در درون دلم مشکلی هست بدانم که صادق نیستم. به هیچ کس هم لازم نیست اعلام بکنم، در درون خودم این رو خواهم فهمید. من اگر همین الان از این دنیا رفتم چه خواهد شد؟ نگرانش نباشم. انسان چنان باید زندگی کند آنچنان که بزرگان ما گفتند، چنان باید زندگی کند اگر گفتند همین الان بیا برویم، برود، بتواند برود، بتواند دل بکند. من جوانم، من هنوز هزار آرزو دارم. نه، اتفاقا آن چیزی که در این راستا در راست در می آید همین جوانی است. انسان به جوانها عرض می کنم، اگر هر چیزی به دست می آورید در جوانی است، در پیری هیچ خبری نیست. هر پیری که چیزی به دست آورده است در جوانی بوده است. و چنین نیست که شما بیندیشید که وقتی که زمانی گذشت من آن وقت کارهایی خواهم کرد. نخواهد شد. قصه آن خاربونی که مولانا در مثنوی می گوید، یک خاری بود در راهی رویده بود، هی آمد گفت که این خار رو بکنیم، گفت حالا فردا میکنم این خار رو. آمدن هی داشتن رد میشدن، هی گفتن فردا از این راه میکنم، تا اینکه انقدر سترک شد، انقدر ریشه هاش در زمین جا گرفت که هر قد آمد دیگر نتوانست. چون آن خار کم کم قدرتمندتر میشود، ریشه هایش در زمین بیشتر فرو میرود و این شخص پیرتر و ضعیفتر و نحیفتر و لاغرتر میشود. خب نسبت نداره. انسان این خار گناهان، این خار ماسو الله رو بایستی سریعتر وقتی جوان است و قدرت دارد باید بکند، وگرنه وقتی که این ریشه انداخت و تا عمق زمین پیش رفت، اگر رویش را هم بکنی بازم این سر بر خواهد آورد و این علف هرزه و خار هرزه همچنان دمار از روزگار انسان در خواهد آورد. چون تمنی الموت گفته صادقین، صادقم جان را برافشانم بر این. میگه من صادقم، جانم را میدهم، چنان زندگی میکنم که هر وقت جان مرا خواستند میتوانند دو دستی تقدیم کنم. مرگ شیرین گشت و نقلم زین سرا. میگه برای خیلی ها زندگی خیلی شیرینه، همه میگن زندگی شیرین است، نمیگیم تلخه ها. خب تا زمانی که در این زندگانی هستیم، تا زمانی که مجبوریم در این دنیا زندگی کنیم، باید شیرینی زندگی رو درک بکنیم، شاد باشیم. اما بایستی بدانیم که این جهان اول و آخر نیست، این زندگی اول و آخر نیست. مرگ شیرین گشت و نقلم زین سرا، از این سرا نقل کردن و منتقل شدن شیرین است برای من. چون قفس هشتن پریدن مرغ، مانند اینکه مرغی قفس را رها کند و بیاید و از پرواز کند. آن قفس که هست عین باغ در، مرغ می‌بیند گلستان و شجر. آن قفس که در عین باغ هست، در خود باغ هست، مرغ گلستان و درختان را می‌بیند در آنجا. جوق مرغان از برون گرد قفس، خوش همی خوانند زازادی قصص.
مرغانی که دور این قفس هستند می آیند و از آزادی قصه ها سر می دهند. چون چرا مرغ می گوید؟ چون زبان هر مرغی را آن مرغ دیگر می داند. آن زبان همدلی هست که می فهمد و درک می کند. هر کسی زبان هم نوع خود را درک می کند. چرا پیامبران از نوع فرشته نبودند؟ چون ما سخن فرشتگان رو که درک نمی کنیم، در نمی یابیم. از کسانی چون ما برای ما فرستادن که ما را هدایت کنند. همچنین است در مورد مرغان و اینکه همه این مرغان شرایطی داشته باشند که بفهمند حرف همدیگر را. جوق مرغان از برون گرد قفس خوش همی خوانند ز آزادی قصص، از آزادی قصه های فراوان می خوانند. مرغ را اندر قفس زان سبز زار، نه خورش مانده است و نه صبر و قرار. این مرغی که داخل این قفس است و همه این گلستان رو میبیند و مرغان رو میبیند که دارن پرواز میکنند، نه خور و خواب برایش مانده است، نه خورد و خوراک برایش مانده است و نه صبر و قرار. سر ز هر سوراخ بیرون میکند، سرش رو از هر سوراخ بیرون میآورد تا اینکه بتواند به بیرون برود. تا بود کین بند از پا برکند، چون دل و جانت چون این بیرون رود، این قفس را در گشایی چون بود. میگه این فقط جانش و روحش بیرون میرود که اینقدر بی خود شده است. و حتما دیده اید که مرغی که در قفس هست هی از آنجا به آنجا میپرد، از میله ها میگیرد و میخواهد که خود رو رها کند. میگه اگر این قفس تن را اگر به گشایی چه خواهد شد؟ جانهای بسته اندر آب و گل، چون رهند از آب و گلها شاد دل، در هوای عشق حق رقصان شوند، همچه قرص بدر بی نقصان شوند. اینها این جانهای ما هم که بسته آب و گل است، بدن ما همان آب و گل است. جلسه قبل گفتم اگر بدن انسان رو تجزیه کنند چه خواهد شد؟ 7 سطل آب خواهد شد حدوداً. یه بدن انسان 70 ساله، 7 سطل آب معمولی، بعد نه 3 سطل آب معمولی، 7 تا از این صابون‌های مراغه بزرگ که دیدید و 5 تا از این نشورهایی که ازش استفاده می‌کنیم. جنسش انسان همان است و انسان حمال این 3 سطل آب و این چیزهایی است که این امعا و احشاب و آنهایی است که اندکی از درون ما وقتی بیرون می آید ما از آن متنفر می شویم. از بوی دهان خود، از بوهای دیگری که از انسان برمی آید ما متنفر می شویم. ببین درون ما چقدر کثیف است، ببین درون ما چقدر بی مقدار است، بی ارج است. این قفسی که جز لجنزار چیز دیگری نیست و ظاهر اون رو می آراییم تا با همدیگر ملاقات کنیم، این چنین است که حقیقتاً هیچ چیزی در این بدن و این جسم و این قفس وجود ندارد. بایستی از این رها شد. جانهای بستن، اینها آب و گل هستند، با جانهای بستن در آب و گل، چون رهند از آب و گلها شاد دل، در هوای عشق حق رقصان شوند، همچو قرص بدر بی نقصان شوند. ای حریفان من از آنها نیستم، که از خیالاتی در این راه بیستم. ای حریفان من از آنهایی نیستم که با خیالاتی در این راه بیستم. فارغم از تمتراغ و از ریا، قل تعالو گفت جانم را خدا. میگه از این تمتراخ ها و از این ریاهایی که هست، از همه اینها فارغ هستم. خدا گفت که قل تعالو، بگو بیاییم الی کلمت سوا اون بیننا و بینکم. این فقط برای یهودیان و مسیحیان نیست، بلکه برای همه انسان هاست که خدا همه ما رو دعوت میکند که بیایید به سوی کلمه ای که سوا اون بیننا و بینکم، مساویس میان شما، من و شما با آن یکی هستیم. مردن این ساعت مرا شیرین شده است، بل هو محیا اون پی من آمده است. در قرآن
دو آیه هست، آیات مشهوری هست که یکیش میفرماید که ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیاء عند ربهم یرزقون. میفرماید که برای کسانی که در راه خدا کشته میشوند مرده مگویید، بلکه آنها زنده اند و نزد خداوند روزی میخورند. مرده شما اید که گرفتار این قفس تن هستید، آنها زندگان حقیقی عالم هستند. بعد میفرماید بلا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. حساب مبرید، گمان مبرید که آنهایی که در راه خدا کشته شده اند مرده اند، آنها مرده هستند، آنها زنده هستند و دارند در حضور خداوند روزی میخورند. و یه جایی هم میفهمند بل احیاء ولکن لا تشعرون، آنها زنده اند اما شما این رو درک نمی کنید چون گرفتار آب و خاک این جهانی هستید. آنها زنده هستند ولی شما نمی دانید. مولانا در جاهای دیگر مثلا می فرماید که از آن عالم هی به ما می گویند به خدا ما نمرده ایم، به خدا ما زنده ایم، ولی شما برای آنها گریه می کنید و مردگانتان می گریید و باور نمی کنید حرفهایشان را. آنها می گویند ما کی می میریم، ما زنده ایم، ما زنده تر هستیم، ما زنده تر از قبل هستیم، چرا ما را درک نمی کنید؟ فارغم از تمتراغ و از ریا، قل تعالی و گفت جانم را خدا، مردن این ساعت مرا شیرین شده است، بل هم احیاءون پی من آمد، بل هم احیاءون، بلکه آنها زنده هستند، این برای من آمده است. اقتلونی یا سقاتی لائما ان فی قتلی حیاتا دائما، فرقتی لو لم تکن دار السکون لم یقل انا الیه راجعون. میگوید اقتلونی یا سقاتی لائما، بکشید مرا ای سقه ها. این برگرفته از سخن حضرت حلاج است که وقتی که فقیهان ظاهربین حکم بر اعدام او دادن و حکم بر سوزاندن او و سنگسار کردن او و بریدن و دست و پای او دادن، گفت که اقتلونی یا سقاط ان فی قتلی حیات فی حیات. در قسمت دیگری هم مولانا در قسمتی از دیوان شمس این رو هم بیان کرده است. در غزل شماره 2813 مولانا می فرماید اقتلونی یا سقاطی ان فی قتلی حیاتی و مماتی فی حیاتی و حیاتی فی مماتی. میگه زندگی من در مرگ من است و مرگ من در زندگی من است. اقتلونی ذاب جسمی، میگه که من را بکشید که جسم من ذوب شد و در درون حاکمیت و ملکوت خداوند زیستن را آغاز کرد. و در آخر غزل هم میگوید و جبار ساقیات و سباق جاریات، تو بگو باقی این را نفی سکر سقاطی. وقتی غزل رو میخواند، این غزل رو انشاءالله یک روز میخوانیم و بسیار شورانگیز و زیبا هست، که میگوید در جوار من ساقیانی هستند که از می عشق به من مینوشانند و من آن چرا که میگویم همه از غلبه عشق است، از غلبه مستی عشق است و غلبه شراب حضرت ربوبی است. در جای دیگری از مثنوی میگوید آزمودم مرگ من در زندگی است، چون رحم زین زندگی پایندگی است. اقتلونی یا سقاط ان فی قتلی حیاتا فی حیات، یا منیر الخد یا روح البقا، اجتذب روحی و جدلی باللقا، لی حبیبون حبهو یشب الحشا، لی حبیبون حبهو یشب الحشا، لو یشا یمشی علا عینی مشا. میگوید من یک حبیبی دارم، من یک یاری دارم که وجودش همه وجود من رو میسوزاند و کباب میکند.
شوا یعنی کباب کردن، آن کبابی که میگذارن روی آتش و این رو مشوی میگن، لحم المشوی میگن، چیزی که کباب شده است. مولانا از کلمه شوا استفاده میکند، یعنی کباب شدن، مانند این که عینی میگه حشا آنچه در درون من است همه بر روی آتش عشق الهی دارد کباب میشود. لی حبیبون، برای من یه حبیبی است، من یه محبوبی دارم، یک حبیبی دارم. حبهو یشبل حشا، حب او و عشق او حشا و هرچه در درون من است را کباب میکند. لو یشا یمشی، اگر بخواهد راه برود کجا باید راه برود؟ الا عینی مشا، بر چشم من راه میرود. پارسی گو گرچه تازی خوشتر است، عشق را خود صد زبان دیگر است. و تا آخرش میگه اقتلونی یا سقاتی لائمن ان فی قتلی حیاتن دائمن، همانا در قتل من حیات دائم است. فرقتی لو لم تکن دار السکون، یه عده دار السکون گفتن، یه عده گفتن زاز سکون، یعنی صاحب سکونت باشد. میگه اگر فرقت من صاحب سکونت باشد، من که دورم اینجا ساکن شدم، از حرکت باز ایستادم، این جسم اجازه حرکت رو به من نمیدهد، این جسم که آمده است و بر روح من بار شده است و روح من حمال بیمزد این جسم است، این راه به بیرون پیدا نمی کند. لم یقل انا الیه راجعون، اگر قرار بود که من در اینجا ساکن باشم، اگر قرار بود من در این جهان بمانم، خداوند متعال نمی فرمود که انا لله و انا الیه راجعون. این للهش آمده است، اما الیه راجعونش باقی مانده است که راجع به آن در جلسات قبل سخن گفتیم. راجع آن باشد که باز آیی به شهر، رفته‌ای در کاروانسرا چند روزی اقامت کردی، اکنون موقع آن است که به شهر برگردی. سوی وحدت آیی از تفریق دهر، از این فراق‌ها و تفرقه‌هایی که در این روزگار هست، از این کثرت‌های فراوانی که در این روزگار هست رها شوی و به وحدت کلیه الهیه دست پیدا کنی. پیش من این تن ندارد قیمتی، بی تن خیشم فتی ابن الفتی، بدون تن خیش من فتا جوان مرد، پسر جوان مرد هستم. و این تن موجب می شود که من وابسته به این تن باشم و نوکر خدوم این تن باشم. کار ما همین شده است، کار ما نوکری این 70-80 کیلو امعا و احشاست. کار میکنیم تا پول در بیاوریم، پول در میآوریم تا بتوانیم خانه ای برای این بدن فراهم کنیم که زیر آن این بدن، این تن ما بیاساید، و پس از آن میخواهیم پول میدهیم آن پول رو تا بخوریم، میخوریم تا زندگی کنیم و میخوریم تا بخوابیم، میخوریم تا کار کنیم و باز میخوابیم تا اینکه فردا بتوانیم باز هم کار کنیم. صبح هم که بیدار میشویم میرویم کار میکنیم برای این بدن، برای این تن. ظهر میاییم غذا میخوریم برای این تن، استراحتی میکنیم باز دوباره کار میکنیم برای این تن، شب هم میخوابیم تا دوباره بتوانیم فردا کار کنیم. این قفس عجیبی است که ما در آن گرفتار شدیم. من یک نمایشگاه رفته بودم در خارج از کشور، آنجا یک پلن کامل از زندگی از یک خانه بسیار مجلل و مدرن بود، اونجا این رو گذاشته بودن، این میچرخید، یعنی شما که یک طرف ایستاده بودی همش رو میدیدی. اولش که شروع میشد از اتاق خواب شروع میشد، اتاق خواب بسیار مجلل، بسیار زیبا و خیلی عظیم بود. اینها که میرفت اتاق خواب که تمام میشد، مثلا دستشویی های بسیار طلایی و نمیدانم چه و چه، بعد از آن که رویت را بشوی، صورت را بشویی، بعد اتاق صبحانه می آمد که صبحانه بخوری، بعد از آن اتاق کار بسیار مجللی با کتابخانه عظیم، و بعد از آن ظهر اتاق ناهارخوری و همچنان، و تا اینکه دوباره برمیگشت. یک چرخه خوب، وقت کم بود ولی من اونجا خیلی ایستادم و نگاه کردم، شاید بشه گفت 40-50 بار این گردید و گردید و گردید و
نهایتاً به این انسان می‌اندیشد و به این فکر می‌کند که زندگی ما همین است. زندگی ما خوابیدن است برای خوردن و خوردن است برای کار کردن و کار کردن است برای خوابیدن و همه اینها در این دور باطل داره حرکت می‌کنه. کی ما از این قفس می‌خواهیم بیرون بیاییم؟ کی ما می‌خواهیم خودمان را از آن برهانیم و از این جهت حرکت کنیم؟ خنجر و شمشیر شد ریحان من. اینجاست که خنجر، انسان که مرگ دست خودش نیست، خودکشی هم که نمیتواند بکند تا از این قفس رها شود. خنجر و شمشیر شد ریحان من، مرگ من شد بزم نرگستان من، هستی حیوان شد از مرگ نبات، راست آمد اقتلونی یا ثقات. این که حلاج فرمود اقتلونی یا ثقات، این سخن درستی است. چرا انسان‌های ثقه باید انسان را بکشند؟ چرا که کار خوبی می‌کنند، کار درستی می‌کنند. اینها مگر چه می‌کنند؟ حلاج رو وقتی به دار می‌کشیدند گفتند چرا نفرین نمی‌کنی؟ گفت چرا نفرین نشان کنم؟ اینها دارن به نفع من کار می‌کنند، می‌خواهند مرا از این قفس تن برهانند. من باید دست این جلادان و قاتلان خود را ببوسم. من باید دست جلادان خود را ببوسم که حاضرند مرا از این قفس رها کنند. من چرا اینها رو نفرین کنم؟ من همه اینها رو دعا می کنم. همه کسانی که، همه عوامی که نادان بودند و بر او سنگ می زدند رو دعا می کرد، مانند همان دعایی که حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام در قحطگاه می فرمود. همان است، قصه همان است. بسیار متشکریم، دست قاتل خود را میبوسیم به خاطر اینکه بیاید و ما را از این قفس تن رهایی بخشد. این که کار بدی نمی کند، بسیار کار شایسته است. هستی حیوان شد از مرگ نبات، راست آمد اقتلونی. وقتی اگر نبات از نباتی بودن نمیرد که حیوان نمی شود، حیوان اگر از حیوانی بودن نمیرد که انسان نمی شود، انسان از انسانی بودن نمیرد که ملک نمی شود، ملک از ملک بودن نمیرد که الوهی و هاهوتی و لاهوتی نمی شود. اینها مراحلی است از مراحل حقیقت، مراحلی است از گذران زندگی و چرخه ای از زندگی تکاملی انسان. چون چنین بردیست ما را بعد موت، راست آمد این نفی قتلی حیات. چون این برد و سلام است، یا نار و کونی بردم و سلامن علی ابراهیم. وقتی ابراهیم را انداختن همه گفتن این هلاک شد. میگه این برد است. اگر ابراهیم در آنجا میسوخت هم باز آن برد بود، بردون علی برد بود و زیبایی در پس زیبایی بود. بعد از ممات، وقتی که من رها میشوم از این 70-80 کیلو حمالی تن رها میشوم، آن وقت ان فی قتلی حیات، وقتی من بمیرم آن وقت است که من حیات یافتم و زندگی یافتم. حکایت سید الشهدا حمزه رضی الله تعالی عنه که شربت مرگ را به آرزو میجست تا به حیات ابدی رسید و الیه اشار المولوی قدس سره. قصه ای را بیان می کند مولانا از جناب حمزه سید الشهدا که عموی پیامبر، که در یکی از جنگ ها، در جنگ احد بوده است، او سپر و اینها رو فرو ریخت و با بدن عریان به جنگ دشمنان رفت. این البته حالا موجب مثلا ضعف روحیه دشمن میشد که اینها ببین چقدر قوی هستن. ادعی آمدن گفتن تو که جوان بودی در جنگ هایی که ما سراغ داریم می آمدی، زره های گران می پوشیدی و کلاه های گران بر سر می نهادی، تو چگونه شده است که آمده ای اکنون و آمده ای با این تن عریان در برابر این شمشیرهای تیزی که علیه تو آویخته شده است و سه چهار برابر سپاهی که علیه تو مجموعاً، چه کرده ای؟ چرا چنین میکنی؟ راجع به این گفت که من قبل از این از مرگ میترسیدم، به خاطر همین من آمدم و همه این
چون از مرگ میترسیدم آمدم و این زره ها رو میپوشیدم، این زره ها جلوی مرگ را بگیرم. ولی اکنون با دولت محمدی آشنا شدم، با دولت حقیقی آشنا شدم، با حیات حقیقی و زندگی حقیقی آشنا شدم، دیگر از مرگ نمیترسم. من آن زمان از مرگ میترسیدم که فکر میکردم وقتی بروم دیگر چیز دیگری نیست. اکنون با حیات نبوی آشنا شدم، من با حیات زیبایی آشنا شدم که این جهان رو در برابر آن و این زندگی رو در برابر آن مرگ میبینم و چیزی جز مرگ مشاهده نمی کنم. در غزاها و حمزه چون در صف شدی، بی زره سرمست در غزو آمدی. بدون زره و سرمست در غزا و در جنگ هایی که پیامبر داشته می آمد. سینه باز و سر برهنه پیش پیش، یا پیش پیش. سینش باز بود، سرش برهنه بود و پیش از همه هم می رفت. چون اولین تیرهایی که می آید ممکن است به اولین کسان و آنهایی که در پیش هستند اصابت کند. در فکندی در صفو شمشیر خیش، شمشیر خود رو در می افکند و پیش می رفت و راه رو باز می کرد. خلق پرسیدند که ای عمه رسول، ای عموی عم، در عربی یعنی عمو و عمت که تا می آید یعنی عمه، عم یعنی عمو. خلق پرسیدند که ای عمه رسول، و ای حجبر صف شکن شاه فهول، ای شیری که صفها را می شکنی، ای شاه فهول. فهول از فهل است، فهل یعنی نر، نر، نر کامل، یعنی مرد کامل، کسی که هیچ حراسی در دل راه ندارد و همه نشانه های مردانگی در او هویداست. چون جوان بودی و زفت و سخت زه، تو نمی رفتی سوی صف بی زره. وقتی جوان بودی و خیلی قوی بودی، آن وقت بدون زره نمی رفتی. چون شدی پیر و ضعیف و منحنی، پرده های لاابالی می زنی. چه شد که اکنون که پیر شده ای، پرده های لاابالی نمی دانم چه، هر چه خواهد باشد، هر چه بر سر آید خوش آید. چه شده ای؟ آن وقت که جوان بودی تاب شمشیرها رو داشتی، زره می پوشیدی. الان که تاب و توانت رفته است دیگر هیچ نمی ترسی، پرده های لاابالی می زنی. لاابالی وار با تیغ و سنان، می نمایی دار و گیر و امتحان. خیلی زیباست، می گوید با شمشیرها دار و گیر داری و با نیزه ها. نیزه هایی که می فرستادن صد رو که می آوردن، دار و گیر به این است که رها کردن، صد رو رها کردن یا به سمت دشمن رفتن و فرار کردن. کر و فر، دار و گیر یعنی کر و فر، رفتن، حمله کردن و از مقابل دشمن گریختن تا اینکه دوباره به تاکتیک جدیدی بیایی. گفت حمزه چون که من بودم جوان، مرگ می دیدم وداع این جهان. تصور می کردم مرگ یعنی وداع با این جهان، این جهان رو رها می کرد. سوی مردن کس به رغبت چون رود، کسی که می داند که رها شدن نیست، می داند که مرگ وداع این جهان است، چگونه این نترسد؟ خب همه می ترسند، چون می گوید می روم تمام شوم، هیچ کس نمی خواهد به پایان برسد. پیش اژدرها برهنه کی شود؟ نزد اژدهاها و انسان‌های و جنگجویان اژدها نهاد، چگونه انسان میتواند برهنه شود؟ لیک از نور محمد من کنون، نیستم این شهر فانی را زبون. من زبون این شهر فانی تن و این جهان تن نیستم. ما زبون هستیم، ما خار این جهان شدیم، این جهان ما رو پست کرده است، ما رو از ملکوت از اعلی علیین به سمت پایین کشیده است. ولی از بس به لجنزار عادت کرده ایم که نمیدانیم. مولانا قصه آن عطار را میگوید، قصه آن دباغ را میگوید که راهش از راه دکان عطاران افتاد. همه شنیده اید، هیچ ایرادی ندارد دوباره بگوییم. میگویند که یکی آمد و وقتی که در بازار عطاران که عطر فروشان بودن، وقتی از آنجا رد میشد ناگهان بیهوش شد و افتاد. همه آمدند جلوی او
و عطاران که معمولا پزشکان هم بودند، پزشکان آمدند و بوهای خوبی که برای افاقه سر و قشر و اینها بوده است به او استفاده کردند، بوهای خوبی رو دادند، این افاقه نشد و سر او و قشبه او از بین نرفت، بیهوش بود. تا اینکه یکی که آمد، او انسان حکیمی بود، انسان حکیم آمد به او نگاهی کرد، از لباسش از موقعیتش فهمید که این دباغ است. دباغی هم نمیدانم میدانید یا نه که خیلی کار سختی است و سخت‌ترین قسمت آن بوی بسیار بد آن است. شما اگر از کنار یک کیلومتری کارخانه های دباغی هم رد شوید، واقعا بوی مشمئز کننده آن انسان رو زجر میدهد. این نگاه کرد، دید که لباس این و اون هویت این، دستان این رو بویی کرد، دید که این یک دباغ است. گفت من میدانم، یک پوست رو پیدا کنید بیاورید، پوستی که گندیده باشد. پیدا کردن یک پوست سگ مرده ای رو پیدا کردن، آمدن و گذاشتن زیر دماغ او. وقتی این نفس رو کشید، او هوشیار شد، از بیهوشی در آمد. مولانا چرا این را میگوید؟ صد تا عطر زیبا و خوب به او دادند اما افاقه نکرد. او عادت کرده است، او عادت کرده است به بوی تعفن پوست سگ مرده. ما از بس به این بوی تعفن سگ این دنیا عادت کرده ایم که آن مشام ها رو از یاد برده ایم. مشام های صبحانی ما تغییر موضع داده است. ما بینی های من اون فرقان خودشون از دست داده است. از بس بوهای ملکوتی نشنیده این که بوی افن و تعفنات عظیم این جهان رو میشنویم، میبوییم و به به میگوییم. قصه من مانند همان قصه آن دباغ است که بوی بد موجب نشاط او میشود. عادت کرده ایم. ما در این شهر دنیا فان زبون هستیم، پست هستیم، هر لحظه پستر می کند این جهان ما رو، اما به پستی عادت کرده ایم، به بوهای شنیع این جهانی عادت کرده ایم. از برون حسن لشکرگاه شاه پر همی بینم ز نور حق سپاه. می گوید که من از بیرون اینها سپاهیان حق را می بینم. و انزلنا من الفا من الملائکت مردفین. قرآن هست که فرمود که ما در روز احد 3000 ملک رو فرستادیم که مردفین بودن، ردیف ردیف آمدن و شما رو حمایت کردن. حمزه میگوید من آن فرشتگان رو دیدم در آنجا که نمی ترسیدم از اینها. من چه خوفی داشته باشم از این لشکر 1000 نفر که 3000 فرشته به یاری من آمدن. و امددناکم به الف من الملائکت مردفین. قرآن فرمود که و شما رو مدد کردیم ای رسول به الف من الملائکت، با 1000 فرشته مردفین که ردیف ردیف بودن. اگر امداد ما نبود که چه بود؟ اینها چه امدادی کردن؟ خود را نشان دادند. مسلمانان دیدند که جهان این نیست، آن جهان دیگری است. آن همه ملک، آن همه شور، آن همه احساس، آن همه رنگ زیبا در آن عالم هست. خیمه در خیمه، تناب اندر تناب، شکر آنکه کرد بیدارم ز خواب. من هر لحظه شکر این را میگذارم که مرا از خواب گران بیدار کرد. من خیمه 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 عشق میبینم، من تناب در تناب حضرت عشق رو مییابم. شما چرا نمیبینید آن قلعه های مرسوسی که خداوند در آن عالم بنا نهاده است؟ آنها را ببینید و دل به این کوره راه های این جهان نبندید. مرکب ها و براق های راستین حقیقی رو در ملکوت ببینید و دل به این پیرخرهای دنیا ندهید که اینها مرکبی رو شایسته نیستند.
شایسته مرکبی برای شما آن براق‌های آسمانی هستند، آن براق‌های غیبی هستند. آن که مردن پیش چشمش تهلکه است، حکم لا تلقو بگیرد او به دست. وان که مردن شد به پیشش فتح باب، ساره او آید مر او را در خطاب. اشاره به آیه قرآن دارد، این رو بگم تمام کنیم، که می‌فرماید که لا تلقو به ایدیکم الی التهلکه، با دستان خود خود رو در هلاکت نیندازید. وقتی امام حسین علیه السلام رفت مهاجهی که کرد، ابن زیاد یک اولین آیهی که خواند گفت که مگر به حضرت زینب هم خوانده است؟ و یزید هم اولین آیهی که خوانده است در مجلس یزید همین است که گفت که لا تلقو به ایدیکم الی التهلکه. گفت شما به آیه قرآن عمل نکردید، شما حسین آمد خود را با دستان خود در هلاکت انداخت. خیلی زیباست، کلمت حق این یراد به الباطل، یک کلمه سخن حقی است اما اراده باطل از آن می شود. گفت خب حسین می دانست که چگونه هست، این باعث بیعت می کرد یا از جایگاه خود بیرون نمی آمد، آمد در آنجا ما هم کشتیم، او خود خودش رو به دست هلاکت سپرد. ما با آنها می گوید که مردن پیش کسی که در چشم او مردن تهلکه هست، البته نباید لا تلقو، حکم لا تلقو نباید بگیرد. یعنی کسی که مرگ را مردن دقیقت مرگ را مردن حقیقی میداند و مرگ را زندگی نمیداند، او البته هلاک است. مردن هلاک است چون نابودی است، چیز دیگری نیست، بعد از این جهان دیگری نیست. اما قرآن که فرمود لا تلقو با دستان خود خودتان را به هلاکت نندازید، مربوط به زندگی این جهانی است که امرار معاش خود رو به دست سفها و اباطیل، لا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله قیاما، اموالتان را به سفیهان ندهید که باعث قوام شما شده است. در زندگی روزمره خود مدیریت داشته باشید، مدبر باشید، در زندگی دنیای خود تا زمانی که هستید عقل و شعور و اصول رو رعایت بکنید. اما در دیدگاه ما این کشته شدن هلاکت نیست. این که قرآن میفرمه لا تلقو به ایدیکم الی التهلکه، نه این که هلاکت وقتی مرگ هلاکت نیست چرا نیندازم. یکی دیگه گفتن شما طالب مرگید، شما خلاف قرآن عمل میکنید. شما که اینقدر مرگ میگویید، خدا گفت که خودتان را با دستان خودتان در هلاکت نیندازید، شما خلاف قرآن عمل میکنید. مولانا به زیرکی میفرماید که چون شما مرگ رو هلاکت و نابودی میدانید، شما این آیه رو برای ما تفسیر میکنید. ما چون هلاکت نمیدانیم، خودمان با دست خودمان را میکشیم، خودمان رو با دست خودمان به دست مرگ می سپاریم، چرا که مرگ رو هلاکت نمی دانیم و از امر قرآن هم سرپیچی نمی کنیم. نکته خیلی خیلی باریکی بود که امیدوارم توانسته باشم اون رو خدمتتون عرض بکنم. پس آنهایی که می گفتن با دستان خود خود رو به هلاکت نیندازید، منظورشان این بود که با دستان خود به سراغ مرگ نروید. آنها چون مرگ رو تهلکه میدانستن، هلاکت میدانستن، به خاطر همین میگفتن ما که مرگ رو هلاکت نمیدانیم پس مصداق این آیه نیستیم، ما میرویم. این آیه نهی از ما نیست، نهی از کسانی است که مرگ رو هلاکت میپندارن. انشاءالله که همه بتوانیم به زندگی حقیقی و حقیقت زندگی دست پیدا کنیم، بتوانیم که انشاءالله از سخنانی که اولیای ما، اوصیای ما و انبیای ما گفتند بهره کامل ببریم، خیشتن را بهتر بشناسیم، مرگ را بهتر بشناسیم و اصلا از او حراسی نداشته باشیم، که خیلی هم زیباست چون موجب تکامل ما و موجب رهایی ما از این زندان ستور خواهد شد. و السلام علیکم و رحمت الله.